با سلام بر حضرت عبا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما بینندگان گرامی سیزده همه رجب ساروز میلاد امیر المؤمنین اولین پیشوای مسلمانان جهان را به محضر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف و همچنین شما بینندگان اخبار شیعه تبریک و تهنیت ارز می کنم امروز سیزده رجب الاسب ساروز میلاد با سعادت مولا الموحدین اسد الله القالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام اولین جانشین و خلیفه رسول خدا صلی الله علیه و آله و همچنین پسر امو و داماد ایشان و همسر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است بر همین اساس شیعیان و عاشقان اهل بیت اسمت و تهارت علیه السلام در سراسر جهان در شو شعف و شادی به سر میبرند و به برگزاری مراسم و مجالس جشن در مساجد، حسینیه ها، تکایا، مراکز دینی و فرهنگی و حتی منازل خود می پردازند. در همین حال مساجد، حسینیه ها، تکایا، مراکز دینی و فرهنگی مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمى سید صادق شیرازی دامزله در شهرها و کشورهای مختلف جهان نیز به برگزاری مراسم و مجالس جشن و شادی میپردازند گفتنی است به مناسبت میلاد امیرالمؤمنین علی علیه السلام پخش زنده به پنج زبان و از شش شبکه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام صورت میگیرد بنابر اعلام دفتر طرح و برنامه مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام شبکه‌های این مجموعه به بندت سه روز پی در پی از دوازده تا چهاردهم رجب پخش زنده از حرم متحر امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را به سراسر جهان عرضه می کنند. لازم به ذکر است تلویزیون های امام حسین علیه السلام در تمامی بسترهای اینترنتی نظیر باکس تیوی ها اپلیکیشن ها و همچنین ماهواره های اسکای یا صد، ترک صد و نیل صد قابل مشاهده است. ریاض میرخلفزاده خبرنگار ازامی اخبارشی از نجف اشرف با ما همراه هستند. سلام جناب خلافزاده. سلام علیکم و رحمت الله عزیز دلم جناب آی بهنام زیارتون قبول آی دارم خدمت ممنونم متشکرم جای شما و بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس نجف خالی و ان شاء داغو و نایب و زیاره همگان خواهم بود در خدمت شما هستم آجا می از حال و هوای نجف اشرف و به, به طور کلی حرم امیرالمومنین علی علیه السلام برای بینندگان اخبارشی بفرمایید خواهش میکنم همینطور که عزیزان بیننده دیدند و شنیدند در اکثر جاهای نقاط جهان شادی و فرح و سرور به خاطر مناسبت ولادت آقا امیر بوده و هست قطعا شهر نجف اشرف هم از این مسئله مستثنا نبوده شادی شور و شعف حیعات به قول معروف فرح و شادی به صورت دستجات در ساعات مختلف در سطح شهر نجف و مخصوصا اطراف حرم متحر آقا امیر هستند و عزیزان همه برای عرض شاد باش خدمت آقا امیر سلام الله علیه مشرف هستند که آرزو می کنم نصیب و روزیه همه اشاق آقا امیر و اولاد معصومشون باشه در نجف و اشرف و کربلای معلا از نزدیک زائر باشند و عرض تبریک داشته باشند انشاءالله آجا آقا امیر آیا نسبت به سالهای قبل تفاوتی هم نسبت به حضور زائران و عاشقان مولا علی علیه السلام و نیز خدمات ارائه شده به زائران مشاهده میشه؟ بفرمایید. خواهش میکنم قطعاً الحمدلله رب العالمین و ماشاءالله از حضور میلیونی زائرین آقا امیرالمؤمنین. الان یه مقدار اگر اطراف بنده رو میبینید خالی هست بعد از اینکه عزیزان جشنی رو در صحن حضرت زهرا داشتن سفره پر خیر و برکتی به مناسبت این میلاد پر خیر و برکت برپا بوده استفاده کردن رفتن برای استراحت ولی حقیقتا میتونم بگم ساعت ها قبل دو ساعت قبل از اذان ظهر اینجا ما به صورت سانتی متری میتونستیم حرکت بکنیم و ماشاءالله ماشاءالله هم از نظر خدمات همون مواکب هم به قول معروف اجرای برنامه داشتن دستجات راه انداختن پذیرایی میکردن از مردم خیابانهای منتهی به حرم متحر آقا امیر خیابان شارع الرسول خیابان امام زین العابدین خیابان توسی همه مسیرهای منتهی به حرم متحر مملو و از مواکب و پذیرایی و خوش آمد و اعطای گل بود و همه آرزو می کردن که آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هرچه زودتر ظهور بکنه و این شاهد این شادی تکمیل بشه با ظهور مولامون <applause> الحمدلله خدا را <رو> شد <شو> آقای میر خلفزاده انشالله نایب و زیاره من و بینندگان اخبار شیعه باشید تشکر میکنم از شما ریاض میر خلفزاده خبرنگار اعزامی به نجف اشرف با ما بودند